خدمتتون عرض کنم یک سوالی یک کسی درباره تیمور بختیار کرده که تیمور بختیار چگونه به دام افتاد و چگونه آزاد شد در لبنان، درست میگم؟ بله در لبنان. بله، همراه با یکی از یارانش. بله، من در مورد این هم در کتاب شاه نوشتم و هم در اون کتاب نام آوران ایران یک بخشی مربوط به آقای بختیار هست اونجا نوشتم. بختیار شروع میکنه از 63 به بعد به طور جدی فعالیت کردن علیه شاه. مثل که پیش کندی هم میره علیه شاه. پیش کندی به عنوان رئیس ساواک میره. بله. و اونجا که میره، دوباره اینو من در کتاب بر اساس چند سند و گفتگو چیز کردم، اونجا که میره به شاد به کندی میگه که در واقع به او کمک بکنن، یعنی به بختیار، که یک کودتایی بکنه علیه شاد. و یکی از کسانی که در اون جلسه بوده آقای کیم روزولت بوده. کیم روزولت معروف 28 مرداد اون خبر رو میرسونه به شاه؟ به شاه میرسونه و شاه منتظر میمونه. چند ماه بعد تیمور بختیار رو برکنار میکنه و امینی خیلی مایل بود که بختیار رو بگیره. شاه موافقت نمیکرد چون بختیار شروع کرده بود در داخل یه سری سازماندهی کردن، یه سری افراد رو گردآوری کردن. خب مسائل مالی شدیدی هم داشت، میشد بر اون اساس دنبالش رفت. به هر حال از ایران تبعیدش میکنه و در ایران هم در واقع هم او در زمانی که امینی سر کاره، هم او هم کیا، آجلی کیا. از کجا آورده ای؟ از کجا آورده ای؟ او از زندان به کاخ سفید نامه مینویسه و بختیار هم از بیرون، از همون جایی که داشته، تماس میگیره با کاخ سفید که جداگانه، که ما میخواییم علیه امینی کودتا کنیم، مملکت داره از هم میپاشه. آمریکایی ها خیلی صریح، اینا اسنادش دقیقا هست، مکاتباتش هست، من اینا رو آوردم در کتاب، میگن نه به هیچ وجه این کار رو نکنید، ما به هیچ وجه موافق نیستیم. و در هر دو مورد به سفارت میگن که به تصریح به اون بگو، به این دو نفر بگید که اگر دست به این کار بزنن ما از همه قوا استفاده میکنیم که نذاریم موفق بشه. کیا از زندان این نامه رو جالبه به آمریکایی ها میفرسته. آقای دکتر بفهمید که بختیار، تیمور بختیار وقتی میره پیش شاه، پیش کندی، از ایران تبعید شده بوده یا هنوز در ارتباط بوده؟ نه خیر، اون وقت هنوز رئیس ساواک بود. رئیس ساواک بود و شاه یک پیغام، یه مترجم هم داشته اون موقع. بله مترجم هم داشته، یعنی دو نفر ظاهراً باش میرن و یه نامه ای از شاه به کندی برده. کندی تازه اومده بود سر کار، شاه خیلی نگران بود که کندی برنامهش برای ایران چیه و یکی از کارهایی که میکنه بختیار رو میفرسته. در اون زمان آقای زاهدی سفیر ایران در آمریکا بود. آقای زاهدی من گفت من تصمیم گرفتم با بختیار نرم، بختیار یه نفر دیگه از طرف سفارت به عنوان مترجم میره. ولی در اونجا یک چنین مطلبی رو مطرح میکنه. در یک جلسه با رئیس CIA هم مطالبی علیه شاه میگه. مسئلهش هم در واقع این بوده که کودتایی بکنه، خودش بشه نخست وزیر، شاه رو یا بیرون بکنن یا یه نقشه نمادینی بهش بدن که آمریکایی‌ها باش مخالفت میکنن. بعد از ایران میاد بیرون، در همون چند ماه اول در جنوب فرانسه دنیس رایت رو میبینه که قرار بود چند هفته بعد به عنوان سفیر بیاد به ایران، سفیر انگلیس در ایران. دنیس رایت میگه که تصادفی این اتفاق افتاد و تو اسناد هم به نظر میاد همینطوره. برحال با دنیس رایت دیدار میکنه، میگه شما کمک کنید من بیام ایران رو درست میکنم فلان. اونا میگن ما به هیچ وجه کمک نمیکنید. بعد با خودشون مسئله پیدا میکنن در درون خودشون که اینو به شاه بگیم یا نگیم.
که دنیس رایت ملاقات کرده، گفتن اگه نگیم چون میفهمه بعد نگرانیش بیشتر میشه. به هر حال تصمیم گرفتن بگن و به شام میگن که این تصادفی بوده، ما برنامه‌ای نداشتیم و بهش هم گفتیم که ما پشت اعلی حضرت هستیم. بختیار شروع میکنه به فعالیت ادامه دادن، از قشقایی ها بگیری تا کنفدراسیون تا ناصر، هر کسی رو که میتونست باهاش تماس میگرفت برای اینکه یک جریان ایجاد بکنه، یک جبهه ایجاد بکنه علیه شاه. وقتی شاه به آلمان میره و یک سوءقصدی علیهش میشه، به او گزارش میدن که تیم بختیار پشت این کار بوده. شاه خیلی عصبانی میشه و اولا یه دست تصفیه‌ای در درون ساواک میزنه، علوی کیا رو، تیمسار علوی کیا رو که در اون زمان رئیس ساواک اروپا بود، به زن همکاری با بختیار برکنار میکنه. بعدم دستور مصادره اموالش و حکم اعدام براش صادر میشه. از اون به بعد این بازی خیلی جالبی بین شاه و بختیار، ساواک و بختیار بود. اسناد ساواکی که نگاه میکنی مثلا میدونستن کجاها این هتل میره تو سوئیس، اونجا مثلا مستخدم اون هتل رو مأمور ساواک کرده بودن، تو اتاقی که بختیار میرفت دستگاه استراق سم گذاشته بودن، یعنی کاملا ردش رو داشتن. به لبنان که میره ببخشید آقای دکتر، یار و همکارش در اروپا تا اونجا که من میدونم، البته ممکنه اشتباه کنم، آقای شاپور زنیا بودن. من بعدها با شاپور زنیا که خب به حال مطبوعاتی هم بود ایشون صحبت کردم، گفتش که ما در فرانسه رفتیم پیش یه گاراژدار، تصویر آقای دکتر نیست، رفتیم پیش یه گاراژدار و ازش خواستیم که خلاصه در اتومبیل ما جاسازی هایی بکنه، موشک و اینا توش بذاریم ببریم، تو کشتی میذارن میبرن به چیز، به لبنان. به لبنان که میبرن هنوز از کشتی پیاده نشده، از یه طرف مسافرها، از یه طرف بارها، اول همه چیزو میگیرن آقای شاپور زنیا رو، بعدم ایشون رو. بله، واضحه که یعنی به نظر من کاملا از اسناد اینجور در میاد که ساواک میدونسته و ساواک اینو لو میده به لبنانی ها. حالا شاپور زنی ها میگم اون گاراژ داره لو داده، خب برها گاراژ داره به حتما ساواکی بود ساواک لو داده، ولی از اسناد برمیاد که ساواک خیلی دنبالش رو داشته، واقعا تو خود میگم حتی تو هتلایی که میرفته و اونجا چیز میکرده سرنخاش رو داشتن و دستگاه استراق سم داشتن. ولی تو لبنان دستگیرش میکنن. بعد در این فاصله خب بعثی ها اومده بودن سر کار و بختیار با بعثی ها تماس گرفته بود علیه شاه و خیلی داشت سعی میکرد اونها رو متقاعد بکنه که کمک بکنن، یا شاه رو بکشه مثلا در ترکیه یا کودتا بکنه، و ساواک هم خیلی دنبالش بود. این تو لبنان که گیر میفته یه دعوای دیپلماتیک پشت پرده در واقع بین ایران و عراق بود که کی بتونه بیشتر رشوه بده، یا اینو بیارن ایران به لحاظ اینکه حکم علیهش بود در دادگاه ایران، یا آزادش بکنن. به نظر میرسه که عراقی ها بیشتر تونستن و آزادش کردن و از اونجا رفت، این تونست بعد از یه مدتی بره و تو عراق دوباره در یک مقطعی 7-8 تا از دوروبریاش مأمورین ساواک بودن. عجب. بله، به یه روایتی در یک مقطعی تو یکی از این اسناد، رقمش الان یادم نیست، واقعا تعداد آدمایی که دوروبرش بودن و مأمورین ساواک بودن خیلی عجیبه. و خب اونم شروع، اونم تحریک میکرد علیه شاه. شاه به هر حال در اون زمان دستور میده که باید این رو تصفیه کرد و تصفیهش میکنن، میبرن در بیرونش در حال شکار به اصطلاح میزننش و میکشنش، و شاه باورش نمیشد. و این بیش و کم همزمان با تلاش شاه برای انجام یک کودتا در عراق که ناکام میمونه و
شاید اگر این موفقیت برای ساواک به دست نمی آمد نصیری برکنار می شد. من یه مصاحبه از یه شخصی به نام سامرایی مثل که کودتا شکست خورد. بله دوباره اونم میدونید از اون ماجراهایی است که تو اسناد الان خیلی میشه نگاش میشه دیدش. اون کسی که ساواک در آغاز باش تماس میگیره، اسمشو شما یادتون هست؟ من یادم نیست. اون فوری میره به دستگاه مخابرات عراق میگه که با من ایرونی ها چنین تماسی گرفتن. اونا میگن نگو که تو با ما گفتی، برو جلو ببینیم چیکار میکنن. و میره جلو، یه مقداری پول از ایران میگیره و در روزی که قرار بوده اون کار رو انجام بدن مخابرات عراق همه رو میگیره. فکر میکنم رقمش بالای 40 نفره که اعدام میکنن. 40 نفری که قرار بوده در کودتا شرکت هایی که ایران طراحش بوده در اونجا شرکت میکنن. ولی خب از روز اول میدونستن که یکی از نکات برای من خیلی جالب این است که یعنی اسناد مخابرات عراق الان بخش عمدش در خارج از عراق هست و به گمان من یکی از نکات خیلی مهم جالب این است که بریم تو اون اسناد ببینیم که کیا در عراق با بختیار دیدار میکردن و دیدار کردن. چون حزب توده میدونیم دیدار کرده بعضی از شهریاری. بله بله شهریاری اون موقع بوده. شهریاری بله شهریاری میگن اونم عامل ساواک بوده. اون که آدم بله اون خیلی آدم فعال ساواک بوده، آدم گردن کلوف ساواک بوده. اتفاقا از طریق شهریاری اینا یه طرحی داشتن، ساواک یه طرحی داشت، من اینو دوباره در کتاب نوشتم که متقاعد بکنن رهبران حزب توده رو که بیان در یه جایی به قول خودشون در داخل ایران یه پلنوم بزنن. شهریاری مأمور تدارکش بود، یه دامی چیده بودن که همه بیان همه رو یه جا قلفتی بگیرن. و یکی دو جزئیاتشه که شاه باش موافقت نمیکنه، الان دوباره اونش مهم نیست، ولی شهریاری داشت این کار رو هم در جهتش بود. ولی مهم اینه که حتما مخابرات اسنادش نکات جالبی در مورد اینکه اونجا چه روابطی بین نیروهای مختلف، گروه‌های مختلف اپوزیسیون، آیت الله خمینی در اون زمان در نجف بودن. میدونیم که بختیار تلاش کرد که با ایشون در تماس باشه. اینا نکاتی است که میدونی شایع در موردش خیلی هست، ولی تا آدم نره اسناد رو نبینه حداقل به نظر من نمیشه قضاوت فردی کرد. آقای دکتر، آیا این درسته که چند نفر در یکی از کشورهای، در یکی از شیخ نشین‌ها، چند تا ایرانی که ساواکی بودن در واقع، یه هواپیما رو می‌دزدن و دستور میدن به خلبان که برو بغداد بشین؟ این چی بوده موضوعش؟ مثل که اینا بودن که رفتن کشتن طرف. یکی از گروه، ظاهرن یکی از عوامله، چون به نظر میاد که تعداد عواملی که داشتن دور بر بختیار بیشتر از یکی دو نفر بوده. یعنی این شایعه هم، این داستان هم هست. اونطور میدونید من مثلا اون چیزایی که در مورد دیداراش میگم یا در مورد تماسش میگم اینا مطالب نیست که افواهی باشه. مثلا گزارش سفارت هست، خاطرات دنیس رایت هست، بحث درون سفارت فرانسه انگلستان هست که بگیم به شاه یا نه، خاطرات علم که البته خیلی در این مورد اون هم مطالب جالبی داره در مورد بختیار رو. بعد تیمسار علوی کیا نکات خیلی جالبی در مورد بختیار و ساواک به من گفتن. چون واقعا شما اگه ایشون رو ملاقات کردین آقای دکتر؟ خیلی زیاد من ایشون خیلی مصاحبه کردم. کجا بودن؟ ایشون سندیگو بودن. وقت یه روزی بعد از اینکه کتاب هویدا در اومده بود و من داشتم کتاب شاهکار میکردم، تلفن زنگ زد، پیغام گذاشته بودن که من فلانی هستم، اگر در مورد آغاز ساواک اطلاعاتی دارید با من تماس بگیرید. من باورم نمیشد که همون تیمسار علمکیای معروف، خیلی افسر برجسته، یکی از بنیان اینو
پاکروان و بختیار در واقع سه افسر اولیه بنیانگذار ساواک بودن دیگه. و این انسان خیلی خیلی جالبی بود و خیلی داشت. من واقعا بدون اغراق شاید 200 ساعت با ایشون صحبت کردم. چندین بار به سان دیگو رفتم، لطف کردن با من اونجا به تفصیل صحبت کردن، با تلفن به کرات با ایشون صحبت میکردم. گاهی با شما که مصاحبه های رادیویی میکردیم وقتی که در رادیو تشتید، خیلی دنبال میکرد، مصاحبه های شما رو خیلی دنبال میکرد. و اگر من مطلبی گفته بودم که در اون مورد مثلا نکته دیگری داشتن، به من زنگ میزدن و گفتم فلان نکته رو گفتم، مثلا اینم هست. و یه مطلب خیلی جالبی در مورد مثلا ساواک به من گفت، تمثال علویکی ها که تو کتاب هست، که اینا میرن، علویکی ها میره و از آلمان یه متخصص مبارزه با ایدولوژی کمونیسم رو به توصیه سازمان اطلاعات آلمان استخدام میکنن، میارن ایران، به اسم آقای توبر. این یکی از معروفترین ایدولوگای آلمان نازی بوده و بعد از آقای انتای، بله؟ تو کتاب من یادم اینو خوندم، آقای انتای و انتای آنتی، یکی از بدترین فیلم های سامی ستیز رو این درست کرده. بعد از انقلاب، بعد از جنگ جهانی دوم، این مدت کمی زندان بوده، بعد در میاد با مسیحی های دموکرات دست راستی اون شراوس و اینا همراهی میکنه. بعد که علویکی ها میره به آلمان، میگه ما یه متخصص میخواییم، میگن اینو، نمیگن به ایران، ظاهرا نمیگن که این یه آدم خیلی معروفی و تو آلمان چیز داره. عکسی هم ازش نبود، یعنی بعد تیم صاحب علویکی ها من گفت که اینو آوردن، خیلی آدم گوشه‌گیری هم بود، تو خونه یک سرهنگ ساواکی زندگی میکرد، هفته یه دفعه میرفت کوه، بقیه مدت تمام شب و روزش در فکر و ذکرش همین بود و طرح میداد، طرحهای ایدولوژیک میداد، طرحهای کاری برای ساواک میداد. یعنی در همون دوره‌ای که تبلیغات ضد شوروی وجود داشت. خیلی کاراکتر خیلی، بعد شوروی و اسرائیل میفهمن که این آدم ضد کمونیست، ضد یهود در ایرانه، فشار میارن، از ایران میره، میره یه مدتی سوریه، یه مدتی مصر، یه مدتی میره آفریقای جنوبی، بعد ردش گم میشه. مثلا از یه چهره های خیلی عجیب بعد از جنگ آلمانه و از چهره های مخوف پیش از جنگ آلمان نازیه. آقای دکتر، تیمسار علویکی ها در قید حیات هن؟ نه متاسفانه، 3 سال پیش فوت کردن. خیلی در سان دیگو زندگی میکردن با خانومشون و با یکی از فرزندانشون، خیلی هم با مهر فراوان فرزندان ازشون نگهداری میکردن. خیلی علاقه به موسیقی کلاسیک ایران داشت، یک کلکسیون عجیبی از ضبط‌هایی داشت که هیچ کسی دیگه نداشت. مثلا شهناز زده، بنان خونده، یه جلسه خصوصی یه جا بوده، ضبط شده. خیلی علاقه شدید به و آشنای خیلی با اطلاعی بود از موسیقی ایران. و بعدم این مورد بیمهری قرار میگیره به خاطر اینکه شاه زن اینو داشت که این با بختیار نزدیکه. اول از ایران خودش میکنن در واقع به آلمان به عنوان رئیس ساواک ایران در اروپا. بعدم که قضیه بختیار پیش میشه، از اون کارم برکنارش میکنن، میاد ایران، یه شرکت کشاورزی درست میکنه با یکی از این سرمایه‌دارانی که از آمریکا آمده بود به ایران، با اونا یه مدتی اونجا کار کرد و مدیر اونجا بود. ولی اطلاعات خیلی جالبی داشت، خیلی خیلی جالب در مورد آغاز ساواک و نحوه کارش در اون چند سالی که ایشون قائم مقام شد. خودش از پایه‌گذاران بود؟
خودش از همون سه نفر اولیه اصلی قائم مقام بختیار بود دیگه. او و پاکروان در واقع دو افسری بودن که تعلیمات اطلاعاتی داشتن. این مثلا کسی بود که در رکن دو با پاکروان کار میکرد، معاون پاکروان بود در فعالیت هایی که رکن دو علیه حزب توده میکرد، نقش بسیار بسیار جالبی داشت، نقش مهمی داشت. رابط رکن دو بود با یک کسی که از کمیته مرکزی حزب توده برای اینا خبر میاد، میگه هفته یه دفعه در نزدیک دروازه دولت با این شخص ملاقات میکرده و گزارشاشو میداده. و این کسیه، اون شخص کسیه که از طریق بقایی به شاه معرفی میشه. شاه به پاکروان میگه که یک کسی هست که میخواد به ما گزارشای از کمیته مرکزی حزب توده بده. اسمش چی بود آقای دکتر؟ والا میدونید چون خانوادهش هستن در هم در لس آنجلس هم در ایران، البته یک کسی یه نقدی بر کتاب نوشته بود و من خیلی حمله کرده بود که چرا این اسمو نگفتی اگه میدونی مردم میدونن این کیه. من به هر حال کم و کم فکر میکنم که احتیاط کردی. بله زیاد مهم نیست. یک کسیه که با بختیار با بقایی نزدیک بوده و با سران حزب توده هم نزدیک بوده و خبرهای جالبی برای اینا میوده. خیلی اطلاعات جالبی داشت تیمسار علویکی‌ها در مورد هم رکن دو هم ساواک در سالهای اولش قبل از اینکه از ایران بره. آقای دکتر، این شهریاری که اسم بردید شده بودش مسئول حزب توده در سراسر ایران. بله. در زمانی که هیچ کدوم از رهبران اینجا در ایران نبودن، اینو کی انتخاب کرده بوده؟ چجوری به چنین مقامی رسیده بوده؟ ظاهرا از آغاز خود آدم حزب توده بوده دیگه، یا آدم ساواک بوده. یعنی این یه رامی است که ساواک در واقع میچینه. ساواک در دو مورد خیلی موفق میشه که افرادی رو بذاره در رأس جریان‌های چپ. یکی همین شهریاری است، یکی هم سیروس نهاوندی است که سیروس نهاوندی هم به عنوان این که از ایران از زندان فرار کرده ولی کاملا ساختگی بود، میان و میگذارن در رأس یک سازمانی به اسم سازمان رهایی بخش ایران. بعد که همه اونها و همه کسانی که توی سازمان برادر اون بودن، سازمان انقلابی، میفتن زندان از جمله تغییر کمتر از قدمیر، اونجا معلوم میشه که آقای نهاوندی گزارش همه حرکات و اسامی و گزارش شما را میشون داده بوده؟ بله بله. خیلی رو داد. سازمان رهایی بخش فرمودیم برادر سازمان انقلابی حزب توده بوده؟ اینا با هم بودن. نهاوندی اصلا اول از سازمان انقلابی میره، بعد اونجا تلاشای میکنه، بعد میگیرنش، بعد ادعا میکنه که فرار کرده. حتی یه تیر به پاش میزنن که بقیه رو متقاعد بکنن که این هنگام فرار تیر هم خورده. شهریاری هم از همین جنس بود. اینا دو نفر بودن که واقعا خیلی ها رو لو دادن. البته شهریاری رو فدایی ها بعد به عنوان تهونه کسانی که لو داده بود کشتن. با عنوان مرد هزار چهره شهریاری رو ترور کردن در ایران. یه اسم دیگه هم داشته مثل این که های دکتر اسلامی ده. اسلامی اسم دیگه اش نبوده؟ بله، یک اسم مستعارشون بوده یا اسم واقعیش بوده. به هر حال ملت با عنوان شهریاری میشناختنش. خب فقط هم از حزب توده لو نداد، یعنی تمام تشکیلات حزب توده رو در بس تحویل ساواک داد. عده‌ای از فدایی ها هم از اون طریق لو رفتن. همین این همین کار رو در مورد نهاوندی کردن با گروه های ماویست و گروه هایی که غیر توده‌ای بودن. و همه یعنی هر کسی که از کنار یکی از این احزاب رد شده بود، وقتی که تصمیم گرفتن همه رو گرفتن. عجب. بله. شما با سازمان انقلابی هیچ ارتباطی نداشتی؟ نه؟ من با همون سازمان انقلابی بودم دیگه. من جزو همونا بودم که
خب رهای شما میگین سازمان رهایی بخش؟ نه نه، اون نهابندی راه انداخته بود. سازمان برادرش بودیم، برادر کوچیک یا برادر بزرگ حالا بسته به سازمان انقلابی. خان بابام توش بوده مثلین که خان بابا جز اولین کسانی بود که از حزب توده جدا شدن و جریان سازمان انقلابی رو راه انداختن. خان بابا خیلی زود جدا شد و یک جریان دیگری رو راه انداخت. اینا رو خیلی بیشتر ماویست بودن. و آقای باقر مرتضوی یک کتاب خیلی جالبی در مورد نهابندی نوشته، سیروس نهابندی، و با خیلی ها کسانی که اون رو میشناختن، باش زندان بودن، همبند بودن، از طریق اون گرفتار شدن، مصاحبه کرده، یه مجموعه خیلی جالبی چیز کرده، یادآوری کرده در مورد اینکه این چه پدیده‌ای بود و چگونه همه رو سرنوشتش چه شد آقای دکتر؟ معلوم نیست. ده؟ معلوم نیست ایرانه، معلوم نیست آمریکاست. یه روایت هست که در انگلیسه، یه روایت هست که در آمریکای مرکزیه، یه روایت هست که در ایرانه. من اصلا خبر ندارم. یعنی ساواک بلایی سرش نیاورده، رهاش کرده؟ ساواک که حتما رهایی بلایی سرش نیاورده، یکی از خدمتکاران خیلی واقعه ساواک بود. مسئله اینه که این رژیم آیا میشناستش، آیا هنوز در ایرانه؟ من هیچ اطلاعی ندارم، ولی از اون پدیده های جالب اون دورانه. آقای دکتر، این حضورتون عرض کنم که توی چند ساله چند بار مطرح شده موضوع اینکه آقای خامنه ای در دانشگاه موسکو پاتریس لومومبا تحصیل کرده. این درسته؟ چه شما به سندی برخوردی؟ من هرگز به سندی برام هرگز، و حقیقتش هم بگم ببینید برام یک کمی بعیده. و اینکه ببینید این گرایش وجود داره که اگه کسی مثلا یه سری کاری رو انجام میده حتما بایستی خارج از ایران تربیت شده باشه. من فکر کنم روحانیون از لحاظ سیاسی خیلی کار کشتن، تجربه زیاد دارن، از زمان صفویه بخشی از قدرت بودن، توجیه کنندگان قدرت بودن، گاهی در کنار قدرت بودن، گاهی در تقابل قدرت بودن، تجربه سیاسی خیلی زیادی دارن. الزامی نداره که در پاتریس لومونبا تعلیم دیده باشن، ولی من سندی ندیدم. و یک کسی به من چند وقت پیش گفت که دارن کتابی در این مورد می‌نویسن. من نه کتاب رو دیدم هنوز و نه مستندش رو دیدم، ولی برای من خیلی اهمیت اساسی نداره. مهمتر اینه که ببینیم ایشون در 35 سالی که رئیس امور بوده در ایران چه کرده و چه بلایی بر سر مملکت آمده. اون خیلی برای من جالب تره. خب آقای دکتر، با اجازتون، وقت ما داره به پایان میرسه. شما درباره دانشگاه مطلب دیگه ندارین؟ بفرمایید. خیلی از شما متشکرم و لطف همیشگیتون. خواهش می‌کنم. قربون شما. خیلی ممنون. شما سفر نرین یه وقت. نه. قربان شما. خیلی متشکرم. تا هفته آینده. همیهنان گرامی، با سپاس از شما که به این برنامه توجه می‌فرمایید و همچنین تشکر میکنم از کارگردان برنامه آقای بهروز مشکین یار. شب و روزتون خوش.